سلام دوست عزیز، به میدیمونکس خوش آمدین. امید الله فیضی هستم. ما در درس های قبلیمون در مورد اسکلیتال سیستم یا سیستم اسکلیتی و ماسکولار سیستم یا سیستم عضلانی صحبت کرده بودیم و امروز هم در مورد سیستم پوششی یا انتگومنتری سیستم صحبت میکنیم که انتگومنتری سیستم چیست و شامل چی میباشه. ببینین، انتگومنتری سیستم یا سیستم پوششی شامل دو بخش میباشه. یکی سکن، شامل سکن است و دیگر skin appendix. یعنی سیستم پوششی ما یکی شامل skin یا خود جلد می باشه و دیگر شامل skin appendix یا هم ذمایم جلدی می باشه. دو چیز است که در شامل می باشه. خب اول در مورد skin اگر ما صحبت کنیم، عنوان می تیم skin. سکن یا جلد یکی از بزرگترین عضو در وجود ما که از امی سکن یا جلد می باشد. بزرگترین عضو در بدن ما چیست؟ او جلد است. و سکن که از دو بخش ساخته شده، یک بخش اینی بخش است. شما ببینید ما در یک تصویری از سکن یک مقطعش ترسیم کردیم. شما فرض کنید که جلد است و ای از چند بخش ساخته شده؟ از دو بخش. یک بخش اینی است که به نام چی یاد میکنیم؟ اپی درمس. این بخش به نام اپیدرمس یاد میکنیم و یک بخش دیگه است که این است که ایره به نام چی یاد میکنیم؟ ایره به نام درمس یاد میکنیم. اپیدرمس و درمس یاد میکنیم و یک بخش دیگه در این پایین است که مربوط چی نمیشه؟ از جلد نمیشه، چون جلد گفتیم دو بخش است. اینی بخش است که در این ساحه میباشه که به نام هایپو درم یا هایپو درمس یاد میکنیم. اول در مورد اپیدرمس ما صحبت میکنیم. ببینید اپیدرمس که است یا طبقه سطحی، چون در سطح قرار داره. ببینید این می طبقه که در سطح است ایره به نام اپیدرمس یاد میکنیم. طبقه سطحی که است از اول این قبضه ای است که اواسکولار است، یعنی غیر وعایی است، در اینجا اویه موجود نمی باشه. و این طبقه که است در قسمت پانس اند سول، پامس اند سولز، یعنی در کف دست ها و در قسمت پاها کس بسیار زخیم شده، در کل جای موجود است، اما در این دو جای بسیار زخیم می باشه. زخامت ازی در دو جای زیادتر است. و دیگه که از درمس، درمس که از طبقه عمیقش می باشه که نسبتا در عمق قرار داره، از او که در پایین تر قرار داره، مثلا در این ساحه قرار داره و در اینجا اویه موجود می باشه. پس ای چی است؟ این واسکولار است، یه واییست در این قسمت واسکولار می باشه. و گپ دیگه چی است؟ در اینجا گلانس و هیر فولیکل وجود داره. هیر فولیکلز و گلانس در اینجا موجود می باشه. گلانس چی میگه؟ خداوات. هیر فولیکل هم مو فولیکل موی در اینجا میگن. شما ببینید این قسمت برنگ سرخ رنگ است، این شیریان است، برنگ آبی که است، مثلا این وریت های است که در اینجا است و این هم فولیکل موی است که در این قسمت می باشه. هم قسمت آخرین قسمت موی که در اونجا موی می باشه در این قسمت است. و آخرین قسمت هم هایپودرم است. هایپودرم به نام یک نام دیگه هم یاد میکنن. ببینید به نام سب کوتانیوس هم ایره یاد میکنیم. هایپودرمس یا طبقه سبکوتانیوس که است بسیار زیاد درجه چی میباشه؟ مقدار زیاد شحم یا فت موجود میباشه. و گپ دیگه ای است که هایلی واسکولار است، بسیار زیاد وعایی است، هایلی واسکولار. یک دلیلی که در بخش جلد شامل نمی باشد، در دو طبقه که ما گفتیم جلد از دو طبقه ساخته شده، اپیدرمس و درمس. و هایپو درم چرا در او شامل نیست؟ تحت درم. هایپو به معنای تحت، پایین. درم، درمس هم درم میگن و اپی به معنای بالا، درمس درم، یعنی طبقه درم است و بالایش است پایینش است. چرا این شامل نیست؟ چون حجراتی که در اینجا هست فرق میکنه و وظیفه که این حجرات داره این هم فرق میکنه. این دو دانه وظایفش متفاوت است، حجراتش نوش متفاوت است و از این متفاوت است. به خاطر این شامل از این نمیشه، بلکه شامل صفاق یا فشیا میشن که بعدا سرش صحبت میکنیم. خب این در مورد طبقاتش صحبت کردیم. حال در مورد وظایفش اگر صحبت کنیم، فانکشن آف سکن، فانکشن آف سکن یا وظایف جلد. اولین وظیفه جلد چی است؟ پروتکتیو لایر، پروتکتیو
لیر یک لایه محافظوی است. اولین وظیفه جلدی است که محافظت میکنه از خود عضلات که در این ساحه هست، از اویه ها، از شیریان ها، از عصب، از تمام اجزا محافظت میکنه. بعد خاطر رو میگن که پروتکتیو لیر. دومین وظیفه‌ش است که یک سنسوری ارگان است. یک ارگان حسی است. شما میفهمید که حسیت که انتقال میته جلد ما انتقال میته. پس گفته میتونیم که یک از ارگان های حسی هم است. دیگه وظیفه‌ش ارگان حسی است. سومش ترمو رگولیتوری ارگان است. ترمورگولیتوری یعنی به این معنی که وقتی که درجه حرارت در بدن بلند میره باعث از این میشه که از طریق عرق، از طریق غدوات عرق باعث از این شود که آب وجود ما را یک اندازه زیادی کنیم و دوباره باعث از این میشه که حرارت بدن پایین شود. یعنی در ترمورگولیشن یا درجه حرارت تنظیمش هم رول داره. چهارمین وظیفه‌اش چی است؟ چهارمین وظیفه‌اش است که پرایمری ایمیون ریسپانس هم رول داره. در پرایمری ایمیون ریسپانس یعنی در طبقات جلد، این طبقاتی که ما دیگه گفتم، در طبقات جلد ما حجرات دفاعی موجود است که در هنگامی که یک میکروب میخواد که با وجود ما حمله کنه، یعنی از این طریق اگر کدام زخم میشه، از این طریق اگر انتانات میخواد وارد شوه، اول حجرات دفاعی که در جلد ماست یا با او مقابله میکنن و بعد از او اگر یا ناتوان بودن باز میتونه که وارد خون شوه یا به عضلات وارد شوه. خب او گپ بعدیش است. اما پرایمری ایمیون ریسپانس، ایمیون ریسپانس ابتدایی یا جواب ابتدایی را کی میته؟ جلد میته در این قسمت. و پنجمین وظیفش هم پروداکشن در تولید ویتامین دی 3 هم رول داره. ویتامین دی 3 شما ببینید در جلد ما یک ماده داریم که به نام 7 دیهایدروکلسترول را 7 دیهایدروکلسترول برش میگن. در این قسمت موجود می باشه و زمانی که اشعه آفتاب بالای از این می تا و باعث از این میشه که ایره فعال بسازه، فعال ساخته میره. یک مرحله فعال ساختنش در اینجا میشه، بعد از اون مرحله دوم فعال ساختنش در قسمت کبد میشه و آخرین مرحلهش هم در قسمت کلیه ها میشه که بالاخره باعث از این میشه که ویتامین دی به شکل فعالش تولید شوه. یک وظیفش پس ای است. ای بود وظایف جلد که در موردش صحبت کردیم. حالا در مورد زمایم جلدی صحبت میکنیم. خب عنوان میتیم اپندیکس آف appendix of skin. یعنی زمایمی که در سکن یا در جلد ما زمایم می باشه، زمایم جلدی. اولینش که از چی هست؟ او را به نام سویت گلند یاد میکنیم. سویت گلند یا غدوات عرقی هم می باشه. ببینین در این قسمت توجه کنین، اینی غده را که ما در اینجا ترسیم کردیم به رنگ آبی، اینی یکی از چی هست؟ یکی از سویت گلند های ماست. ما در این قسمتی را نوشته میکنم. ای چی نام داره؟ یکی از به نام سویت گلند یاد میشه. سویت گلند وظیفه‌ش چی است که در هنگامی که درجه حرارت بدن بلند میره باعث از این میشه که غدوات عرقی به شکل عرق یک مقدار مایات بدن ما را ضایع میکنه و دوباره باعث میشه که درجه حرارت بدن کوشش میکنن که پایین برن. به این شکل یا به این شکل ضایع میکنن که ببینین به شکل مستقیم اینی سویت گلند که است به شکل مستقیم در خود جلد ما سوراخ ها داره که از طریق خارجش میکنه، یا به این شکل یک سویت گلند میباشه. این سویت گلند شما ببینین، این سویت گلند طوری است یا این غده عرقی طوری است که امی مواد خدا در این قسمت دهیر فالیکل یا اونم فالیکل موی که است در این ساحه می اندازه و بعد از اون یک عضله است که وقتی تقلص کنه باعث میشه که انمی عرق از قسمت همراه با موی از این ساحه خارج شوه. یعنی از این ساحه در قسمتی که موی است از اون قسمت خارج میشه. پس یک سویت گلند شد یا غدوات عرقیه. دومش سبیشیوس گلند، غدوات چربی. غدوات چربی غدواتی هستن که ببینید ما در این قسمت یک دونش ترسیم میکنم به این شکل. فرض مثال اینی یک غدوات چی هست؟ یک سبیشیوس گلند است. سبیشیوس گلند چی را تولید میکنه؟ یک ماده را تولید میکنه به نام سبیوم. در این قسمت من نوشتش میکنم. یک ماده را تولید میکنه به نام چی؟ سبیوم. سبیوم وقتی که تولید شد سبیوم را میندازه در کجا؟ در این ساحه. در هیر فالیکل. فالیکل موی. در این قسمت ای را میندازه و اینمی باز اینمی سیبیوم از این قسمت وقتی که گفتم اون عضله که در این ساحه از او تقلص کرد باعث میشه که اینمی سیبیوم خارج شوه از این ساحه. زمانی که خارج شد پس این سیبیوم چی وظیفه داره؟ ای در مرطوب ساختن جلد و مرطوب ساختن قسمت موی در یا رول داره، یعنی نمیگذاره که موی و جلد یا خشک شوند. این وظیفه عزیز. خب
سومین اپندیس آف سکن ما چی است؟ سومینش خود هیر یا موی است. موی. خود موی هم یکی از زمایم جلدی می باشه. و قبلا گفتیم در چی کمک میکنه؟ در خروج یک مقدار آب یا مایات. یک مقدار مایات که گفتیم از طریق سویت گلند در اینجا اطرام میشه و از یک قسمت خارج میشه در خروج ازی، در خروج سیبیوم یا رول داره. و چهارمینش هم و همچنان هیر یا موی خو میفهمیم که در زیبایی هم رول داره. و چهارمینش چیست؟ نیلز. نیلز یا ناخون ها. که ما یک ناخون در این قسمت ترسیم کردیم، شما ببینید انگشت است و این قسمت هم ناخون. ناخون چیست؟ ناخون اصلا اپیدرمس در این ساحت چی میشه؟ اپیدرمس در این ساحت تک شده. اونم طبقات را که ما گفتیم که دو طبقه است، یکی اپیدرمس و دیگه درمس. در این ساحت که است همین اپیدرم سخت میشه، اپیدرم یک ذره تک میشه، دبل میشه و باعث از این میشه که نمی ناخون بسازه. که باز به نام نلس یا ناخون ما یاد میکنیم. خب این بود اپندیج ساف اسکن یا زمایم جلدی. ما در مورد اسکن هم صحبت کردیم، در مورد زمایم جلدی هم صحبت کردیم. حالا در مورد یک موضوع دیگه که فاشیا است، در مورد از اون ما صحبت میکنیم. فاشیا یا صفاق. خب عنوان میتیم فاشیا. فاشیا یا صفاق. چرا این در اینجا میخوانیم؟ چون این هم به می طبقات پایینی جلد ارتباط داره. صفاق دقیقا از محل که درمس ختم میشه صفاق شروع میشه یا فاشیا شروع میشه. پس صفاق اولین گپ در مورد صفاق این است که در تحت درمس قرار داره. لوکیشنش کجاست؟ موقعتش در تحت درمس قرار داره و مقدار زیاده از فد دریا موجود می باشه و طور متفاوت، یعنی در هر ساحه باز تفاوت میکنه مقدار فد یا شحمیاتی که در این ساحه موجود است. و گپ سوم در اینجایی است که یا تمامشان از چی ساخته شدن؟ از کنکتیو تیشو ساخته شدن، از نسج منظم ساخته شدن. در مورد تایپس یا انواعش اگر ما بگویم، این در کل به دو نوع می باشه. صفاق در کل با چند نوع می باشه؟ با دو نوع. یک ازیر به نام سوپرفیشیل فاشیا یاد میکنین. سوپرفیشیل فاشیا یا صفاق که سطحی می باشه و دیگهش هم دیپ فاشیا یا صفاق که عمیقه قرار داره. سوپرفیشیال فاشیا را که از ایره به نام یک نام دیگه هم یاد میکنن، ایره به نام سبکوتانیوس هم یاد میکنن. سبکوتانیوس یاد میکنن. قبلا که گفتیم هایپودرمس یا سبکوتانیوس در اصل یک فاشیا است، یک صفاق است که در پایین چی قرار داره؟ در پایین درمس. یعنی فاشیا کجا شروع شد؟ از قسمت پایین درمس شروع میشه، از او بعد فاشیا قرار داره تا قسمتی که باز دیگه عضلات ما شروع میشه یا فاشیا میباشن. خب فاشیا سوپرفیشیال فاشیا یا سبکوتانیوس میباشه. یکی از سوپرفیشیال فاشیا از لوز کنکتیو تیشو ساخته شده، یک نوع کنکتیو تیشو دی میباشه که ایره به نام لوز کنکتیو تیشو ما یاد میکنیم، از او ساخته شده. و دیگه گپی است که مقدار زیاد فت در اینجا می باشه، یعنی فت یا شحمیات در اینجا بسیار زیاد است مقدارشان و در طبقه شحمی از یعنی در همی ساحه که است باز میتونه که نرفس باشه، ویسلز یا اویه ها موجود می باشه، لنفاتیک موجود می باشه، اویه های لنفاوی و همچنان دیگه چیزی که موجود می باشه در این ساحه، یک لنفاتیک گفتیم، ویزلز گفتیم، نرفس گفتیم و گلانس یا خداوات. و دیپ فاشیا یا صفاق عمیقه که است باز یا دنس کنکتیو تیشو می باشن. دنس کنکتیو تیشو. لوز کنکتیو تیشو یعنی نسج منظم سست و دنس کنکتیو تیشو متراکم، یعنی نسج منظم متراکم. و همچنان دیپ فاشیا که است ای در قسمت بونز، در قسمت ماسلز، در ویسلز یا اویه ها و بعض ارگان های دیگه در ساحای موجود می باشه. مثلا ما در درس قبلی گفتم در اسکلیتل مسل گفتم که سه پشت دارن، پریمایزیوم، اپیمایزیوم، اندومایزیوم، تمام از او از همی صفاق می باشه، صفاق عمیقه می باشن، یعنی صفاق عمیقه شامل می باشن. خب دوستای عزیز، این بود درس امروز ما که در مورد انتگومنتری سیستم یا سیستم پوشی ما صحبت کردیم. خدا کنه که از یک چیز را آموخته باشین و به داشته‌های طبی شما افزوده باشه. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان. Thank you.